بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه برابچه های کنکوری نهایی، آلایی و اردوی طلایی. این بارم در خدمتون هستیم با یک سوال و یک جواب مشاوره ای. این سوال رو نفیسه خانم برای ما فرستادن که بریم هرچه سریعتر با هم گوش کنیم تا بتونیم به این سوال هم جواب بدیم و امیدواریم که یک کمکی هرچند کوچک به شما کرده باشیم. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت تمامی دبیران و مشاورین و دستاندرکاران محترم آلا. بنده یک ساله که فارغ التحصیل رشته تجربی هستم. از دو سال قبلم با آلا آشنا شدم و تقریبا میتونم بگم چند باره از فیلمهاش استفاده کردم. با فهم درسم هیچ مشکلی ندارم، یعنی تمام دروس رو یک بار فهمیدم، ولی اینه که مشکلم نمیتونم بین تست دادن و مطالعه تشریحی و فیلم دیدن توازن برقرار کنم. بعضی درس ها مثل زیست و شیمی دیگه نیازی به دیدن فیلم های درسی ندارم، ولی مثلا ریاضی و فیزیک باید دوباره ببینم. با اینکه یه بار دیدم ها، ولی احساس میکنم که بازم باید یه بار ببینم. حالا که میام به شیمی میرسم چند بار خوندم و کاملا فهمیدم، بازم احساس میکنم که اگه بخونم بهتره. خب الان که میخوام مثلا میام تست بزنم دیگه نمیتونم شروع کنم، میگم برم اول فیلم ببینم بعد بیام تست بزنم. بعدم میگم که نه، بشینم تست رو بزنم، اگه دیدم نتونستم برم به فیلم مراجعه کنم. اینجوری هم که دیگه نمیشه از قبل، یعنی از قبل برنامه ریزی کنم براشون، چون واقعا نمیتونم چجوری دیگه برنامه ریزی کنم وقتی اون لحظه باید بفهمم فیلم ببینم یا اینکه تست بزنم. مشکلی هم که پیش میاد مثلا میبینیم که گاهن تشریح میخونم انقدرم فیلم میکشه که دیگه کل روزم با تشریح خوندن میگذره. آخر هفتم که میرسیم به قلمچی، من آمادگی رفتن به قلمچی رو ندارم، چون تستم کار نکردم اینجوری، چون یک سره دارم با خودم جنگ و دعوا میکنم که الان چیکار کنم الان چیکار کنم. آخر شب میبینیم که هیچی هم نتونستم هیچ کاری بکنم. من همینطوری پراکنده خوندم، یعنی دو ساله که من همینجوری از سال سوم و پیش و امسالم روش همینجوری دارم پراکنده درس میکنم و نتایج خیلی بدی رو میارم. گاهن سال قبلم نمیتونستم برم سر کنکور چون واقعا آمادگیش رو نداشتم و دلیلش هم دقیقا همینه. حالا من برم دوباره از اول شروع کنم واسه این سال 97 تلاش بکنم، یعنی بشینم دوباره از اول تمام فیلم ها رو ببینم، چون نمیتونم دیگه بگم کدوم فیلم رو ببینم کدوم فیلم رو نبینم دیگه، با اینکه خیلی هاشو بلدم و خیلی هاشم بلد نیستم. بنابراین بشینم واسه سال 97 بخونم با برنامه ای که برای اونایی که صفر صفرن گذاشته بودین رو سارت از روی اونا بخونم، یا اینکه نه امسال امیدی هست چون من دو سال دقیقا دارم میخونم. بعد مشکل این بودی که پراکنده خوندم و الان هم دارم پراکنده ادامه میدم به خاطر همین مشکل. اگه ممکنه کمکم کنید خیلی خیلی متشکرم. خب سوالی که شنیدیم از نفیسه خانم، مشکل خیلی از شما عزیزان هم ممکنه باشه. قانون اول، حتما برای خودتون برنامه درسی مشخص داشته باشید و مکتوبش کنید. اگر نمیتونید این کار رو بکنید، یعنی توانمندی نوشتن برنامه رو در خودتون نمیبینید، یا اگر بنویسید خودتون رو ملزم به اجراش نمیبینید، حتما برای نوشتن برنامه به یک مشاور متخصص و متعهد مراجعه کنید. اما قانون دوم، در درس خوندن باید دو تا چیز رو خیلی بهش دقت کرد، یک نظم جزئی، دو نظم کلی. یعنی چی؟ یعنی روال داشته باشه درس خوندن. نظم کلی اینه که مثلا من میخوام زیست بخونم، اول متن کتاب میخونم سریع، بار دوم رو قیدها گیر میدم، بار سوم رو مفهوم، بار چهارم جزوه، بار پنجم تست. مثلا این قانون من و این همیشه رعایت میکنم، چه درس ساده باشه، چه سخت باشه، چه طولانی، چه کوتاه. اما روال کلی اینی که بدونم در هر قسمت از سال تحصیلی کدام بخش از کدام کتاب‌های دوم، سوم و پیش دانشگاهی رو میخوام مطالعه بکنم.
لذا اگر شما دارید در یکی از آزمون‌های آزمایشی شرکت می‌کنید، بزرگترین لطف این آزمون‌ها همینه، اومده براتون بودجه بندی تعیین کرده. و همون نکته بعدی، به هیچ عنوان پراکنده درس نخونید، چه نزدیک به کنکور، چه ابتدای سال تحصیلی، چه توی تابستون. پراکنده درس خوندن باعث میشه که نتونید درس هاتون رو با همدیگه فیکس و مچ کنید و لینک یا ارتباط بین اونها رو توی سوالهای ترکیبی پیدا کنید. خب یعنی چی؟ یعنی دوم رو شروع میکنی مثلا زیستش رو قشنگ تا انتها برو، بعد سوم رو شروع کن تا انتها برو و پیش رو به همین ترتیب، ولی بدونی که در چه بازه زمانی اینها باید تموم بشه، جمع بندی بشه و مرور بشه. شما احتمالاً اگر یک مشاور خیلی خبره بالا سرتون بود پارسال، میتونستید رشته مورد علاقتون رو قبول بشید. اما توصیه من به نفیس خانم یک، کلاً قید کنکور سال بعد رو از الان بزنید. شما چه کنکور سال بعد بخواید شرکت بکنید مجزا، چه نخواید، باید کنکور امسال رو به سرانجام برسونید، که اگر کسی بخواد کنکور 97 هم بده، نیازمند تجربیات دقیق و با ارزشش از کنکور 96. پس تمام هدفتون روی کنکور امسال باشه. و اما نکته بعدی، شما در درس خوندن قاعدتون رو لطفاً حفظ کنید و این قاعده رو یاد بگیرید. اول یادگیری یا آموزش، بعد تمرین، بعد سنجش. یادگیری، تمرین، سنجش، قبوله؟ در نهایت بعد از چند بار مرور کلش. خب مرور کلش میشه اردوهای جمع‌بندی، مثل اردوی جمع‌بندی که ما داریم که خیلی و افرادی مثل شما که پراکنده درس خوندن کمک میکنه که اینا رو جمع کنن. دو، در قسمت یادگیری، شما یادگیری رو اگر درسی رو مفهومش رو بلدی، به هیچ عنوان سراغ فیلم نرو. سعی کن روی کتاب کمک آموزشی و کتاب کمک درسی که داری یا خود کتاب درسی به طور مستقیم مطلب رو استخراج کنید. دو، برید سراغ تمرین های تشریح حل کردن، ابتدا تعداد سوال محدود. سه، برید سراغ حل تست. و قبل از همه اینها بدونید چقدر زمان داره هر درستون. باز برمیگرده به برنامه ریزی، که آقا من قراره در هفته مثلا 14 ساعت زیست بخونم، 14 ساعت قراره چه مباحثی از چه فصولی خونده بشه و هر مبحث چقدر از من میتونه زمان بگیره. اگر ما بخوایم تمام وقتمون رو در اختیار یک درس قرار بدیم، کنکور هیچی نخواهیم شد. لذا توصیه من به افرادی مثل نفیس خانم اینه که حتما به یک مشاور متخصص و متعهد مراجعه کنن برای گرفتن برنامه، یا اگر این توانمندی رو در خودشون میبینن، منطبق کنن خودشون رو با برنامه آزمون‌های آزمایشیشون. موفق و معید بشید.